داستانی است درباره یک دختر کوچک و مهربان و یک گوزن جوان که مادر خودش را از دست داده. در گذشته دور در قلب کوهستان‌ها تعداد زیادی گوزن زندگی می‌کردند. گوزن‌های ماده با بچه‌های خود گروه و دسته جداگانه این تشکیل می‌دادند. پس از گذشت یک سال سرانجام فصل پاییز فرا رسید و بچه گوزنی به دنیا آمد. این همون بچه گوزن تولد یافته است. معمولا بچه گوزن‌ها از هنگام تولد تا 2 سال با مادر خودشون زندگی میکنن، ولی در همین مدت زمان پدرانشون نیز اونا رو ترک کرده و به گروه گوزن‌های نر ملحق میشن. گوزن مادر همراه بچه خود گروه گوزن ها رو پشت سر گذاشتن و به نزدیکی دهکده اومدن. در این کوهستان سگ‌های وحشی زیادی وجود دارند. به همین دلیل نیز گوزن‌ها مجبور می‌شدند تا در مقابل سگ‌های وحشی هم از خودشون حمایت و دفاع کنند. اما بعضی از گوزن‌ها رویه‌ای مخصوص به خود داشتند، به این معنا که در موارد بروز خطر خودشونو به دریا می‌انداختند. گوزن‌ها شناگران ماهری هستند، ولی به شرط اون که شجاعت اونم داشته باشند. این گوزن کوچک از پریدن به دریا وحشت داشت. به همین جهت گوزن مادر مورد حمله سگ‌های وحشی قرار گرفت و از بین رفت.
سنگای وحشی گردن این بچه گوزن و گاز گرفتن، ولی گویا بعد از کشتن مادرش فرار کردن. میدونی اون ناقلاها میخواستن با یه تیر دو نشون بزنن. تازگی این اطراف پر از سگای وحشی شده. درسته، اونا خیلی زیاد شدن و همیشه مزاحم ما هستن، ولی امروز این بچه گوزنو بهمون تقدیم کردن. پدر، میشه من اون بچه گوزنو نگه دارم؟ چی؟ اون مادرشو از دست داده، دلم براش میسوزه. آره، ولی من مطمئن نیستم اونا راضی بشن بچه گوزنو به تو بدن. سگ اونو بد جوری زخمی کرده. باشه، من ازش مراقبت میکنم. تو خیلی مهربونی هانا. اگه واقعا ازش مراقبت میکنی ما حاضریم اونو بهت بدیم. آره، ما اونو پیدا کردیم، شکارش که نکردیم. ازتون متشکرم. خیلی خوب، کمک کن اونو ببریم خونه. باشه. خیلی متشکرم. ما که کاری نکردیم. پدر هاناکو یک چوب بره و به جز خودشون مادر بزرگی دارن که پیش اونا زندگی میکنه. اینقدر تکون نخور، بذار مادر بزرگ زخمتو ببنده. ما باید هر روز بهش دوا بدیم تا حالش خوب بشه. من خودم این کارو میکنم. نگاه کن مادر بزرگ، ببینه اون چه چشمای قشنگی داره. در پاییز سال بعد گوزن کوچک تبدیل به گوزنی جوان و چابک شده. جای زخم اون شبیه به ستاره‌ای بود که در آسمان شب می‌درخشید. به همین دلیل هاناکو اسم اونو ستاره گذاشت. ستاره از صدای سوت‌سوتک هاناکو که از بامبو ساخته شده بود لذت می‌برد. شاید هم صدای سوت‌سوتک هاناکو شبیه به صدای مادر ستاره بود. تو قلقلکم میدی. ستاره تمام مدت رو با هاناکو میگذروند. مادر هاناکو هم مدتی پیش نزد خدا رفته بود و هر دو تنها شده بودند. به همین دلیل صمیمیت و نزدیکی بیش از حدی بین اونا به وجود اومده بود. الان میرم یه جایی قایم میشم، حسابی گولش زدم. ناگهان سرکله یک گوزن بزرگی پیدا شد. این گوزن پدر ستاره بود.
کجایی؟ هانکو کجایی؟ هانکو؟ هانکو؟ پدر! از اون روز به بعد هانکو مدتی بیمار و بستری بود تا اینکه فصل بهار آغاز شد. هانکو تو نباید از جات بلند شی. آره ولی من حالم خوب شده پدر. من برات خیلی نگران بودم دخترم، اما حالا خوشحالم که میتونی راه بری. خدا رو شکر. دلم میخواد بدونم ستاره چی کار میکنه. ستاره بچه گوزن بود و شاخم داشت، ولی اون قطرام قوی نبود. به هر حال اون نمیتونه ترس و وحشت حمله سگای وحشی رو فراموش کنه، مخصوصا که شاهد کشته شدن مادرشان بوده. میدونی پدر، اگه اون گوزن بزرگ پیداش نمیشد، من ستاره حتما از بین میرفتیم. حتما اون گوزن بزرگ پدر واقعی ستاره بوده. پدر واقعی ستاره؟ معمولا وقتی گوزنا به دنیا میان یه مدتی با مادرشون زندگی میکنن و پدرشون هم کاری نداره جز اینکه مواظبشون باشه. تازه گوزنای کوچیک قبل از اینکه 2 سالشون بشه هنوز بچه به حساب میاد. فهمیدم. دلم میخواد بدونم ستاره مثل پدرش قوی و بزرگ میشه یا نه. مطمئن باش که ستاره گوزن پردل و جرأتی میشه و میتونه از خودش دفاع کنه. میتونی پدر، دلم میخواد اونو با شاخه‌های بلند ببینم. آها. ستاره بعد از مدتی رشد کرد و به گروه گوزن‌ها ملحق شد. درسته که ستاره بزرگ شده بود، ولی هنوز اون شجاعت رو نداشت که خودشو به دریا بیندازه. اون قادر نبود وحشتی رو که در بچگی تجربه کرده بود فراموش کنه. پی، گفتی ستاره؟ آره، تو دامنه غربی کو دیدمش. البته همراه یه گروه بود. آه، پس حالش خوبه. ولی مطمئن نیستم بتونه اونجا بمونه، چون سگای وحشی در تعقیب اونا هستن. خدا کنه بتونه از خودش دفاع کنه. حتی اگه اون بتونه از چنگ سگا فرار کنه، شکارچی ها حتما اونو شکارش میکنن. البته ما هیچ وقت بهش شلیک نمی کنیم، چون نسبت به اون احساس دیگه ای داریم. ستاره، اگرچه شکارچی ادعا میکرد که به خاطر احساسی که داره به طرف اون شلیک نخواهد کرد، ولی اگر ستاره بزرگ شده رو میدید شاید نظرش تغییر میکرد و همین افکارم باعث ترس و دلهوره هانکو شده بود. ستاره هنوز زنده بود و در مکانی نامعلوم به سر می بود. آرزوی هانکو فقط دیدن اون بود. به همین دلیلم تصمیم گرفت برای پیدا کردن ستاره شکارچی ها رو تعقیب کنه و مطمئن بشه که اون بزرگ و قوی شده. چطور هر کدوم از یک طرف بریم؟ فکر خوبیه. کجا رفتم؟ به این ترتیب هانکو شکارچی ها رو گم کرد. حالا دیگه اون مجبور بود خودش تنها دنبال ستاره بگرده.
سرانجام ستاره به دریایی پرید که همیشه از اون وحشت داشت. ستاره نجاتم بده، کمک کمک. این شجاعت ناگهانی از کجا سرچشمه گرفت؟ در باطن مخلوقات خدا زمینه هایی از محبت قرار داره که البته اوج این محبت ها در وجود انسان های واقعی است. به طور کلی همین محبته که باعث به وجود آمدن شجاعت، فداکاری و از خود گذشتگی میشه. ستاره ازت متشکرم، تو دیگه گوزن قوی و بزرگی شدی. میتونی مثل سابق با هم باشیم، بیا برگرد پیش من. ستاره ستاره امیدوارم سالم بمونی. ستاره با نبرد علیه سگ‌های وحشی و پریدن به دریا یاد گیره که چگونه مانند یک گوزن باهوش و زیبا رفتار کنه. سرانجام وحشتی رو که از مشاهده کشته شدن مادرش تجربه کرده بود به دست فراموشی سپرد و به گوزنی قوی و پرگل و جرأت مبدل شد. ستاره